مبارزه بعدی در وزن 84 کیلوگرم شاید یکی از زیباترین فایت‌های امشب ما باشه. آقای رضا قربان خانی. حریف ایشون آقای امیر تلوکی. خانم ها آقایان، یکی از فایت های ویژه امشب گوشه آبی کیج از شهر تهران در وزن 84 کیلوگرم آقای رضا قربان خانی. حریف ایشون از شهر البرز یوز فایت کلاب آقای امیر تلوکی، داور مسابقه فرشاد قلی زاده. میدل ویت فایت، امیر تلوکی در مقابل رضا قربان خانی در وزن 84 کیلوگرم. یه فایت جذاب و تماشایی واقعا ارزش تشویق کنید تلوکی. امیر تلوکی از کرج، سابقه چند سال مسابقات کشتی در استان خرمانی استان، خب با استنبای کشتی 100% و حریفشون که بهشون میخوره و ولی از دست استایل استرایکر داره. باید ببینیم چی میشه، تو چه زمینه قوی تر هستش که توی چند سال مشخص جنگشون مشخص میشه. خب دست بیدن. خب رضا قربان خانی، امیر تلوکی، خب یه حمله جاب از رضا قربان، یک جاب باز رضا قربان خانی. رضا قربان خانی
خب خوبه مسلط پس بوکس کاره. من 100% میگم که این دوستمون یه بازیکن کیک خب مشخصی که استرایکره. خب تولوکی داره میسنجه چه زیر بگیره و چه کار بکنه. مطمئنم برنامه تولوکی زیر گرفتنه چون از دور بودنش نسبت به رضا کردم در یه ضربه خطرناک. تولوکی یک وای اندی که سرش کار خطرناکه. یه ضربه های کیک، حالا ضربه های کیک خوبی زد قربان خانی. تولوکی از فیزیک بدنی بهتری برخورداره اما در رشته MMA هیچ وقت فیزیک بدنی هیچ ربطی برتری حریف نسبت به هم نداره. 100% همینطوره. مثل قهرمان هیوی ویت چمپیون دانیل کارمیر. یه حمله دیگه کردش رضا قربانخانی. خب رضا قربانخانی تو استرایکر قوی هستش. باید سعی کنه امیر تولوکی اونو به خاک ببره. رضا جان امیر تولوکی کاملا مشخصه منتظر یه موقعیت واسه زیرگیری که بتونه تکتان بکنه. بازم مشخص نیست آیا زیرگیری بخواد انجام بده. ضربه های کشیده و خوبی میزنه رضا قربانخانی. قربانخانی شاید یه خیمه‌زن خیلی خوب باشه، مشخص نیست، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. رضا قربانخانی ضربات خوبی رو نشون داده، ضربات خوبی رو زده، خوب فینت میکنه. تا اینجای کار درصد تعداد ضربایی که قربانخانی زده بیشتر بوده، درسته؟ بله، یه چپ آروم هم به صورت امیر میزنه. امیر یه مقدار خوب گاردش بازتره به نسبت به خاطر همین هاکی کارو یه چپ و راست با پاش جامون. رضا قربانخانی پاش جامون نتونست خوب رفلکس کنه. یه لحظه توجه کردی گفت که چیزی نگیم میخوام خود کار خودمون کنم. استراتژی بعد ببینیم امیر چیه چون بازی حتما برنامه داره چون امیر چند بازی خوب انجام داده، تجربه خیلی بالایی داره. به ضربه در اون پا به ساق قربانخانی. این ضربات خیلی میتونه خطرناک و آسیب پذیر باشه. سنگین و همونطوری که اندرسون سیلوا حالا یه ضربه زده حمله با دست راست کنت کرد. روک راست خوب و کنت کرد تو صورت چپای بدی میزنه قربان خانی. خب خوب رقص پا میکنه قربان خانی. کنترل داره بازی در مومنت و رقص پای خوبی داره واقعا. یه های کیک بی تاثیر، یه راست بی تاثیر از تولوکی. حالا یه زیگیری دو خم از قربان خانی. فکرش حتی نمی‌کردم که خب امیر تولوکی میخواد تولوکی میخواد زیر بده به قربان خانی چون امیر تولوکی کشتیگیر خیلی قهار هایپ کنه بیاد بالا. خب به نتیجه نرسید. خب الان الان ببینیم کلینش رو میتونه به زمین بزنه تک داون کنه. نه کنترل در گوشه کج. خب کمرش خوب چسبیده بهش، به کمر قربانخانی خوب چسبیده. حالا ضربه 12-6 رو زد که داور سری جلوگیری میکنه. رضا قربانخانی ضربات چکشی همر فیس پاشو در میاره. امیر تولوکی زورش نمیچربه رضا رو به زمین بزنه. یه الوه خیلی تکنیکی الوه قشنگ میزد. هر جای خالی پیدا میکنه قربان خانی یه ضربه میزنه. آماده میشه برای زانو زدن. خیلی خوب داره مهار میکنه دست و پای تولوکی رو زانو نزنه. یه ضربه باید قربان خانی حواسش به این ضربه باشه یعنی میتونه واسه بیوشیش بشه. دقیقاً همینطوره. دست سنگینی داره. حمله میکنه 10 ثانیه. امیر تولوکی 9 8 7 4 3 2 1 DJ
راند دوم مبارزه امیر طولوکی و رضا قربانخانی. راند قبل مبارزه نزدیکی کردن که واقعا من نمیدونم چه رأی داور دادن. راند دوم برنامه داره واسه راند دوم امیر طولوکی یا نه، چون یه زیر داد واقعا من تعجب کردم کشتیگیره با تعجب سن از حق نگذاریم. قربانخانی خوب بوده، عمل کرده خوبی داشته، ولی بازم برمیگردیم به این که ام ام ای بازی لحظه هاست. بله، بی رکورد، خطرناک و در لحظه اتفاق میفته. حالا یک چپ و یک راست کشیده، دستای خیلی بلند داره قربانخانی، دست بلند، ریچ خیلی خوب. به نظر من دسترسی نزدیکتر، به نظر من طوری که تو این دستا بتونه وارد بشه، نفوذ کنه و تک دانش کنه خیلی بهتر تو بخواد کنت بکنه، چون دستای بلند کنت کردن توش خیلی خطرناکه، ممکنه برخورد بکنه، چون قدش هم پایین‌تره، بعد بیشتر فوت بکنه بیاد داخل. با فیت کردن و نزدیک شدن به پاش، اوه یه ساخت و ساخت، خیلی ضربه بدی ساخت و ساخت. خوب مسلطه قربانخانی، مسلطه و معلومه واقعا یه رزمیکاره. رضا قربانخانی تهران بود. بله یادم بود، استاد ابراهیمیان گفت که تهران بود. یه چپ فوق‌العاده خوب، یه چپ خوب و کنت میکنه، کراس سنگینی میزنه. بازی یه طرفه نیست، بازی دو طرفه، بازی دو طرفه، هر بازیکنی میتونه تو سبک خودشون هر کدوم دارن خوب بازی میکنن. خب پرتحرک‌تر رضا قربانخانی نسبت به امیر. امیر یکم تو حالت دفاعی رفته، منتظر لحظه است. واو، یه چروس سنگین برخورد این چروس با فک، مسابقه بیوشی یا کم کمش نکتانیه. دقیقاً همینطور. حالا یه ضربه کشیده دیگه با دست راست، یه ضربه کراس زیبایی دیگه. مثل که میبینیم از امیر طولوکی، امیر انگار تازه موتورش روشن شده، میره برای بادیشات، نشون میده یه ضربه سنگین، او کراس دیگه برخورد نمیکنه. بعد سعی کنه جا خالی میده یک و بازم بادی اون برخورد میکنه. حالا یه های کیک، قربانخانی های کیک دیگه، یه راست واقعا دستش سنگینی داره، خوبی میزنه، به خوبی ترکیب میکنه. نمیدونم داور چرا بازی چه ضربه رو خطا گرفت، پشت سر زد، نه ولی نزد، از نظر من نزد، از دید من هم یه همچین اتفاقی نیفتاد، ولی خب داور اون پوزیشن، داور نباید بازی رو قطع کنه اون پوزیشن. دقیقا همینطوره، ولی خب حالا شاید به کی اختار داد؟ به قربانخانی، نه به قربانخانی، به خاطر اینکه خب حالا فرپلی رعایت میشه. حالا ادامه راند دوم که راند پایانی هم هست، سرنوشت ساز، باید ببینیم میتونه از این اختار یا هایکی که دیگه. حالا میره برای سینگل لگ امیر طولوکی، اینجا یک کنده کشتیگیری، میره تو حالت موقعیت بک. رضا قربانخانی پشت سر هم داره ضربات خودش هم میزنه، چپ و راست با دست راست، با دست چپ کنترل میکنه و با دست چپ یکی از پاش تو سره قرار میده، از بغل ضربه میزنه. اوه ضربه سنگینی بود. حالا یک ضربه چکشی، یه ضربه دیگه. چه دست سنگینی داره این پسر. حالا بلند میکنه، قصار استرم کنه، نمیشه قربانخانی. قربانخانی یه مقدار سردرگم شده، ضربات تو پشت سر هم خب میزنه، دیگه میدونه که آخر ران دو هست، دیگه هرچی داره میذاره. خب فکر میکنم به نظر من طولوکی باید توی موقعیت رول بخوره، حتما تا بتونه نجات پیدا بکنه، باید حتما رول بخوره، میتونه با یه قلط خودش از این وضعیت نجات بده. که روزگار خراب بده قربانی رو، قربانیش کنترلی هم روش نداره. داور تمام نه بازیو، نه اخطار، نه این اخطارا من نمیدونم مال چیه، میگه کف میزنه فکر میکنم، نه کف نمیزنه، پشت سر تو فوتون رو فقرات پشت سر، در رشته ام ام ای ممنوعه. و
و پشت سر ضربه زده. نظر داور اینه که پشت سر ضربه زده و خطا. خب داور از اون زاویه 100% بهتر میبینه و نزدیکترین فرد بازیه. دقیقا همینطوره. ببینیم. خب الان با سردبر صحبت میکنه، داورهای دیگه هم قبول میکنن، اوکی میکنن. بازی متوقف شد، فکر میکنم کلن دیسکالیفه شد. اعلام رأی پیروز مسابقه. ای بابا. تکرار خطا. خب برای تکرار خطا دیسکالیفه شد رضا قربان خانی، امیر تلوکی و امیر تلوکی به عنوان بازی امیر تلوکی. خودش فرد پیروز، خودش هم ناراضیه زیاد.